چرا حفظ روزانه که انجام میدیم فردای اون روز ما فراموش میکنیم؟ جهانگرد هستم از آکادمی قرآنی استاد جهانگرد. مؤسسه پیروان وحی الهی تقدیم میکند. یکی از دلایلی که در زمینه قرآن وجود داره این هستش که ما باید حفظ روزانه داشته باشیم، اما چند تا بخش در زمینه حفظ برای خود اشخاص به وجود میاد. یکی از این اشخاص که مثلا در حال حفظ هست، حفظ قرآن رو انجام میده، میبینه شبش فراموشش شده، میبینه فرداش فراموشش شده، و این اشخاص باید چه کار کنن؟ اول از همه یک ذهنیت وسواسیت نباید داشته باشیم، خیالمون از این نکته باید حل شده باشه. یعنی اینکه شخص حفظ میکنه، دو ساعت بعد میگه نکنه از ذهن من پاک شده، چرا هیچی یادم نمیاد، تا باز میکنه قرآن میده همشو بلده، که این اشخاص دچار وسواسیت فکری شدن که حتما دیگه نباید توجه به این نظر خودشون بکنن. اما قسمت دوم، اگر فراموش کردن و فرداش هی مدام هر سری برنامه حفظ میکنن، میبینن فرداش فراموش میکنن، اون روزی که حفظ میکنن چند ساعت بعد یک بار دیگه قرآن رو باید باز بکنن، آیاتی که حفظ کردن و یه یاداوری به خودشون بکنن که ذهنیتشون تازه بمونه، تا انشالله تا فرداش ذهنیتشون یکم پخته تر بشه، تا محفوظاتشون در حافظه کوتاه مدت درست بشینه. یکی از روش های دیگه هم که اعلام کردیم در پست های قبلی هم اعلام کردیم، اگر روزی که شما حفظ میکنید تا شبش تا فرداش از ذهنتون پاک میشه، شما قرار محفوظاتی که قرار فردا حفظ بکنید و شب قبلش با نوار از رو قرآن شما 7 بار اون رو بخونید و بعدش استراحت کنید، که فردا وقتی اون سوره رو، اون آیه رو، اون خط رو که قرار حفظ بکنید، ببینید به خاطر آشنایت مغزتون با آیه خیلی راحت تر ارتباط میگیرید و به راحتی حافظ میشید و ماندگاریش هم در حافظ شما بیشتر میشه. موفق و پیروز باشید.